درود به نام خدای رنگین کمان و بیاد شهدای راه آزادی. در خدمتتون هستم. امروز چهارشنبه 19 آپریل با بروز رسانی وضعیت بازارهای مالی نگاهی خواهیم داشت نسبت به اینکه در بازارهای مالی چه اتفاق افتاد در روز گذشته و امروز چه انتظاراتی داریم. به صورت کلی دادهایی که روز گذشته داشتیم این مقدار سورپرایز بود، به خصوص از بریتانیا که فکر نمی‌کردم این اتفاق بیفته، ولی خب دادایی که نشون داد که خیلی وقتا تحلیلی که داریم از بازار میتونه متفاوت باشه و نتایج چیز دیگری باشه. همونطور که دیروز صبح که وقتی صحبت می‌کردیم دادای چین منتشر شد و صحبت کردیم که چین به صورت کلی دادایی که داشته به صورت عمومی بهتر بود، اما تو بخش تولید یه مقدار ضعف داشت. همون اتفاقی که ما در بخش تولید در اروپا، در ایالات متحده و خیلی جای دیگه هم حتی در ژاپن می‌بینیم که شاخص مدیران خرید بخش تولید مقدار همیشه ضعف داشت و همیشه معمولا زیر 50 بوده، در حالی که بخش خدمات بالاتر از سطح 50 و سطح رشد میکنه. دیروز همچین مشابه همین شواهدی در واقع مشابه این رو در چین دیدیم و این یه مقدار در مورد سرعت رشد یا بازگشت اقتصادی چین با توجه به اینکه بخش تولید یه مقدار ضعف داره یه مقدار شک و تردیدها رو در این زمینه بیشتر کرد. امروز و در ادامه ما دیروز دادای بریتانیا رو داشتیم. در بریتانیا نکته‌ای که جالب بود برای من شخصا این بود که وضعیت بازار کار میزان اشتغال بیشتر از اون چیزی که پیش بینی میشد تولید شد، اما نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد و میانگین درآمد ساعتی افزایش پیدا کرد. ما شاهد کاهش میانگین درآمد ساعتی هم در اروپا و هم در ایالات متحده بودیم و پیش بینی میشد که این مسئله در بریتانیا هم تکرار بشه، اما دیدیم که میانگین درآمد ساعتی هم به صورت در واقع با در نظر گرفتن پاداش‌ها و هم بدون در نظر گرفتن پاداش‌ها بیشتر از انتظارات بود و این مقدار نسبت به اینکه بانک مرکزی بتونه تورم رو به موقع و درست کنترل کنه یا نه بیشتر کرده. بنابراین افزایش 0.25% نرخ بهره در جلسه بعد قطعا یه جورایی در واقع الان میتونیم بگیم که یه امر قطعی به نظر میرسه. امروز دادهای تورم بریتانیا رو هم داریم، ولی فکر نمی‌کنم که تورم حتی اگر بر اساس پیش‌بینی‌ها کاهش پیدا بکنه و برسه به اون در واقع 9.8% یا 9.9% که انتظار میره، ولی باز هم حتی اگر این کاهش رو پیدا کنه باز هم عدد خیلی بالاییه و از همون انتظار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی حمایت خواهد کرد. امروز دیروز یه داده تورمی چیز هم داشتیم، کانادا رو هم داشتیم. داده تورمی کانادا داده مثبت در واقع کاهش تورم رو برای چهارمین ماه متوالی نشون میداد و این در واقع میتونیم بگیم داده مثبتی بود از این بابت که چشم انداز مثبتی میتونست بده. تورم در کانادا به پایین ترین سطحش از دسامبر سال 2021 رسید، یعنی کل سال 2022 همچین تورم پایینی نداشتیم، یعنی میتونیم بگیم تقریبا یک سال و پایین ترین حد یک سال و پنج ماه اخیر رو داشتیم در کانادا و به همین دلیل فکر میکنم که کانادا همون سیاست توقف نرخ بهرهش، توقف این روند افزایش نرخ بهره که رو 4% متوقف کرده، احتمالا در جلسه بعدی هم تغییری نخواهد داد و به همین سیستم ادامه میده و فکر نمیکنم که در واقع بخواد کار دیگه ای انجام بده. این از چیز، این از دیروز. دیروز نکته دیگه ای که ببینم نکته دیگه ای که ما دیروز داشتیم یا احیانا من خاطرم نیست و یه نگاهی بکنم که آیا چیز دیگه بود یا نه، من اینا به خاطرم میرسه. آها، در مورد آلمان دیروز ما شاخص آلمان و حوزه یورو دیروز ما شاخص چیزو داشتیم، شاخص وضعیت زدی دبلیو، شاخص وضعیت تجاری اقتصادی در واقع شاخص احساسات تجاری حوزه یورو رو داشتیم و آلمان، هر دوتاش هم کمتر از انتظارات بودن و این نکته الان رو من نگاه کنم. آره، ببین مثلا آلمان زدی دبلیو اکونومیک سنتیمنتش، شاخص احساسات اقتصادی آلمان در ماه آپریل شدیداً کاهش پیدا کرد، یعنی در ماه مارچ 10 بود، کاهش پیدا کرده به 6.4% در آپریل، خیلی عدد ناامید کننده ایه. ما این حوزه یورو ببخشید، این برای حوزه یورو، برای آلمان از 13 بدتر، برای آلمان بدتر بود، از 13 ماه مارچ کاهش پیدا کرده به 4.1%. اینا اصلا عدد خوبی نیستن، یعنی اصلا نشانه خوبی نیستن. مجموع این اعداد و مجموع این دادا باعث شد که امروز وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم که ای بابا بازارهای سهام اگر نگاه کنیم امروز، یعنی امروز اون احساسات منفی غالب شده و شما میبینید که بازارهای آسیایی توی روند منفی 2 تا منفی 3 درصد دارن چیز میکنن، دارن در واقع حرکت میکنن. بازار شاخص ها، بازار قراردادهای آتی امریکا، در واقع فیوچرز نزدک و S&P 500 و
داو جونز هم میبینید که تو محدوده منفی هست. به احتمالی که این محدوده منفی ادامه پیدا کنه، پس اگر امروز تورم بریتانیا هم دلخوش کننده نباشه، احتمال این که این محدوده ادامه پیدا بکنه وجود داره. چون اینها یعنی ببینید اون بعد از بازگشایی که ما تو چین داشتیم و یکی دو ماه اول که خیلی خوشحال کننده بود، دو سه ماه اول خیلی خوشحال کننده بود، داده خوبی داشتیم، من اگه خاطرتون باشه در موقع هم از که گفتم که تجربه ما نشون داده که تا دو سه ماه بعد از بازگشایی، تا حتی چهار ماه بعد از بازگشایی، این فنر محدود شده‌ای که در دوران تورم و در دوران قرنطینه ها وجود داشت، این فنر در واقع درخواست ها که فشرده شده بود یه دفعه باز میشه و گسترش پیدا میکنه و این باعث میشه که یک رشد درخواست شدیدی داشته باشیم، چیزی که فشرده شده بود مونده بود. این رشد درخواست شدید در ماهای اول به این معنا نیستش که همینطوری میتونه ادامه پیدا بکنه و الان میبینیم که این بخاره در واقع این بخار درخواست ها داره مقدار آب میشه و این داره از تب و تاب میفته. باید حواسمون نسبت به این مسئله بیشتر جمع باشه و ببینیم که به چه صورته در مورد چین و اینا باعث میشه که مقدار نگرانی افزایش پیدا کنه و به همین دلیل که بحثی که ما در واقع در مورد افزایش روند ادامه روند افزایش بازارهای سهام داشتیم بودم که هنوز همچنان با شک و تردید پیش نگاه کنیم، فعلا به خاطر همین مسئله، یعنی نگرانی ها از یک تورم و همچنان نسبت به اینکه آیا این تورم میتونه تورم سخت باشه یا تورم ساده نرم ادامه داره. من شخصا اعتقاد دارم که اعتقاد دارم که رکود نرم خواهد بود، ولی خواهیم داشت، 100% خواهیم داشت، هم در بریتانیا، هم در حوزه یورو، هم در چین و هم در چین نه، هم در حوزه یورو، هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده، این رکود نرم رو خواهیم داشت. ولی رکود سختی نخواهد بود، هرچند میزان سختی در حوزه یورو بیشتر از بقیه جاست، ولی به عنوان یک رکود سختی، رکود بزرگ اتفاق نخواهد افتاد. دیروز در مورد گزارش‌های درآمدی هم صحبت کنم، بعد بریم به امروز. گزارش‌های درآمدی که ما دیروز داشتیم، بانک ها تقریبا خوب بودن، بهتر بودن، هرچند در ای پی اس اگر بهتر بودن، در گزارش در درآمد عمومی زیاد دلچسب کننده نبودن، اما به صورت عمومی بانک ها تا الان خوب بودن، اما دیگر شرکت ها چندان چنگی به دل نزدن. یعنی شما اگر تقویم گزارش های درآمدی رو نگاه کنید، از همون investing.com به روی نیوز اکونومیک کلن در اونجا رو ارنینگز کلیک کنید، میبینید که رنگ قرمز رو حتی همون به صورت چشمه مگه نگاه کنید، میبینید که رنگ قرمز رنگ غالبه، در صورتی که اگه شما همین رو مقایسه کنید با سه ماه قبل، میبینید که این رنگ قرمز، این تعداد رنگ قرمز ما تو تقویم نداشتیم. گزارش‌های درآمدی تا حالا نشون دادن که وضعیت بازارهای سهام اونقدر، شاید یه سری شرکت‌ها به شرکت‌های بزرگ خوب بودن و این در واقع بیگ فیش‌ها مایه‌های بزرگ تونستن این سری بازارها رو کنترل کنن، یه توازنی به عمومی توازنی تو شاخص‌ها ایجاد کنن، ولی وقتی ما می‌ریم دیپ این د مارکت، عمق بازار، وقتی می‌ریم می‌بینیم که نه، اوضاع تو باز شرکت‌های کوچیک‌تر، میانه و کوچیک‌تر چندان چنگی به دل نمی‌زنه و یه مقدار باید نگران باشیم. در مورد گزارش‌های درآمدی در روزهای آینده باید بیشتر ببینیم که بخصوص که حالا که از این بعد بانک‌ها دارن کمتر میشن و شرکت‌ها دیگه بیشتر میشن، باید ببینیم که چطور میشه. دیروز به غیر از حالا بانک‌ها، جیسون اند جیسون و چیزو داشتیم، بانک آف امریکا، حالا توی مهمایی که در واقع بتونیم بگیم حالا به عنوان مهم‌ها، جیسون اند جیسون رو داشتیم، بانک آف امریکا رو داشتیم و نتفلیکس. جیسون اند جیسون و بانک آف امریکا هم در گزارش هم در سود ارسم و هم در درآمد عمومی بهتر از پیش بینی ها و قبل رشد کردن سه ماه قبلی، اما نتفلیکس نتونست این چشم انداز ها رو بهبود ببخشه، سود سهم بیشتری تقریبا یه دو سنت از سود سهم به ازای بیشتر از پیش بینی ها پرداخت کرد، اما روند عمومی درآمدی شرکت خیلی کاهش پیدا کرد و نشون داد که برنامه هایی که در واقع پلن های جدیدی که بر اساس تبلیغات بود و اشتراک گذاری پسورد ها، اونها زیاد اونقدری که باید شاید جواب نداده. بانک گلدمن ساکس هم همینطور در گزارش در سود به ازای هر سهم بهتر بود، اما روند عمومی درآمدی شرکت یه مقدار در واقع ضعیف‌تر بود. ما بانک‌های دیگه هم داشتیم که تقریبا همین مشابه همین شرایط رو داشتن، ولی به صورت عموم بد نبودن بانک‌ها. اما وقتی ما میریم در واقع بانک‌های کوچیک‌تر، مؤسسات کریدیت کوچیک‌تر، بانک‌های کوچیک‌تر، می‌بینیم که شرایط اصلا خوب نیست. فرست هوریزونتال نشنال شاید اصلا خوب نیست، یعنی وقتی ما میریم تقویم اقتصادی شما نگاه کنید،
شرایطی که در جای دیگه میبینیم شاید چندان جالبی نیستش. این باعث میشه که بازارهای سهام مقدار ترس از اون رکودشون داشته باشن و در فشار رو بازارهای سهام در وقت آینده در هفته آینده بیشتر بشه. امروز تو گزارش های درآمدی امروز تمرکز روی تسلا خواهد بود، روی آی بی ام خواهد بود و مورگان استنلی. اینها در واقع شناخته شده ترین شرکت ها هستن. حالا ما لورئال داریم و یک دو تا شرکت دیگه نیمه متوسط، ولی خب تسلا و در واقع تسلا، آی بی ام و مورگان استنلی تمرکز های بازار امروز خواهند بود تو گزارش های درآمدی. در تقویم اقتصادی امروز تقویم اقتصادی تقریبا شلوغی خواهیم داشت، به خصوص در زمینه باعث تورم ها، تورم حوزه یورو، تورم بریتانیا رو ما داریم و یه جورایی اونم حالا داده تورمی، ولی خب حالا باید نیست دیگه. قیمت مواد را متریال پرایس، قیمت تامین مواد خام برای در واقع تولیدات در کانادا، حالا میشه آر ام پی آی، اینو داریم و سخنرانیه که داریم. اما امروز تو در ساعت امریکایی کتاب بیژبوک که منتشر میشه کتاب مهمیه، گزارش از وضعیت کلی اقتصاد و چشم اندازی که 12 تا بانک ارائه میدن. این وضعیت گزارش مهمی، کتاب مهمیه. تا فردا در موردش صحبت میکنیم که چه صحبتایی شده. اینها وضعیت عمومی بازار. اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر نه این چیزایی که ما اصلا عموم تو بازار داشتیم. اگر سوالی هستش در مورد نمادها، تورم انگلیس پایین بیاد پوند تقویت میشه. تورم انگلیس اگر پایین بیاد نه، به معنای این هستش که ما وقتی تورم رو داریم یعنی که سیاست‌های وقتی تورم کاهش، اگر تورم کاهش پیدا بکنه، ببین یه نکته در مورد کاهش تورم اول من بگم خدمتتون که تورم انگلیس در حال حاضر 10.4%. در ماه قبلی پیش بینی میشد که از 10.1% به 9.9% کاهش پیدا بکنه، افزایش پیدا کرد به 10.4%. این دفعه اگر کاهش پیدا بکنه به 9.9%، حتی به 9.8%، باز هم به معنای این هستش که تورم عدد بالایی، یعنی 9.9%، 9.8%، حتی به 9.5% کاهش پیدا بکنه. اول عدد بالاییه، به خصوص اینکه دیروز من اونطور که از خدمتتون تو انگلیس ما گزارش چیزو داشتیم، گزارش اشتغال رو که داشتیم، میزان میانگین درآمدی افزایش پیدا کرد. یعنی شما میانگین درآمدی چه با در نظر گرفتن پاداش چه بدون در نظر گرفتن پاداش، میانگین درآمدی افزایش پیدا کرد. این نشون دهنده اینه که پول داره وارد جامعه میشه، بازار کار بد نیستش. هرچند نرخ بیکاری از 3.7% پیش بینی میشد رو 3.7% بمونه، بدتر شد رو 3.8% موند، ولی به صورت کلی نشون داد که تورم وضعیت جالبی نیستش. امروز حتی اگر این عددها بیاد پایین، باز هم چون عدد بالاییه، تغییر خاصی توی سیاست‌های افزایش نرخ بهره 25% بانک مرکزی بریتانیا ایجاد نخواهد کرد و باعث میشه که پوند در واقع زیاد در حال حاضر زیاد ضعیف نشه، اما تقویت نشه. اما اگر تورم خیلی کاهش پیدا بکنه و یه چیز شوک، مثلا تورم میشه 8% این دفعه، یه چیز شوک‌آور باشه، اون موقع میتونه پوند ضعیف بشه. چرا؟ چون بانک مرکزی میره به سمت سیاست‌های کمتر انقباضی، عدم افزایش نرخ بهره و باعث تضعیف پوند میشه و رشد بازارهای سهام. طلا رو چطور میبینید؟ ببینید طلا وضعیت طلا بستگی به وضعیت بازارهای سهام خواهد داشت از این به بعد بیشتر، یعنی اینکه ما چقدر احساس امنیت بکنیم در بازارهای سهام. با توجه به اینکه احساس امنیت زیاد خاصی تو بازارهای سهام نداریم، طلا همچنان تو روند عمومی سعودی خودش باقی خواهد ماند، حتی اگه یه مقدار کاهش پیدا بکنه مثل اتفاقی که هفته قبل افتاد، ولی به صورت عمومی روند عمومی طلا، روند عمومی سعودی قبلا هم در این مورد کامل صحبت کردیم. دلار هنوز میتونه قوی بشه در حالی که بانک ها وضعیت خوبی دارن. بانک ها ببین بازار رو فقط بانک ها کنترل نمی کنن، بانک ها وضعیت بدی، میتونیم بگیم که بانک ها وضعیت خوبی، نمیتونیم بگیم وضعیت خوبی دارن، ولی میتونیم بگیم که بانک ها وضعیت بدی ندارن نسبت به بقیه اگه بخوایم مقایسه کنیم. ولی اینکه دلار رابطه خیلی خاصی با در واقع وضعیت بانک‌ها داشته باشه، نه، زیاد رابطه خاصی با وضعیت گزارش درآمدی بانک‌ها فعلا نداره. ببینید دلار الان یعنی درخواست‌ها، ببین یه چیزی بعد بهتون میگم، ببین که بدونید که ارزش دلار، حالا من کاری ندارم معادل تومانیش و ایناشو، من کاری ندارم، از خود در مورد خود دلار صحبت می‌کنیم. دلار در چه شرایطی بالا یا پایین‌تر میره؟ ببینید زمانی که ما وضعیت بازارهای سهام خوب نباشه،
احساس به در واقع این باشه که مردم پولشون رو از بازارهای سهام خارج کنن و بخوام پولشون رو و ندونم کجا سرمایه گذاری کنم با توجه به شرایط. اون موقع دلار به عنوان کش وایس دادن، یعنی ماندن به عنوان پول نقد، میتونه بمونه و مردم دلار حفظ کنن و اون درخواستا رو میبره بالا برای دلار و دلار میمونه. این میشه چی؟ این میشه در واقع یکی از دلایلش. دلیل دیگه اش اینه که داده اقتصادی خیلی قوی داشته باشیم. این داده اقتصادی خیلی قوی نشون دهنده این باشن که ما میتونیم که در واقع این انتظار داشتیم که بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی خودش رو ادامه بده. در این شرایط هم بازم سود و قرضه میره بالا، درخواست برای سود و پرداخت سود بالاتر میمونه، درخواست برای اوراق قرضه ایالات متحده بالاتر میشه و این باعث میشه که دلار دوباره در درخواست در حالت خرید باقی بمونه. پس زیاد به وضعیت بانک‌ها در رابطه نداره مگر اینکه بانک‌ها دچار ورشکستگی بخوام بشن یا اون شرایط بحرانی ایجاد بشه، ولی در حالت عمومی زیاد وضعیت این دلار نمیتونه زیاد به ربطی به گزارش درآمدی بانک‌ها داشته باشه. اما وضعیت دلار در حال حاضر، دلار با توجه به داده اقتصادی که داریم و شرایطی که داریم، بانک مرکزی در ایالات متحده فعلا احتمال بیشتر از 90% این هستش که در جلسه آینده در ماه می نرخ بهره رو 25% افزایش بده و این روند افزایش بالا بودن نرخ بهره که میشه به 4 در واقع به 5.25% میرسه، اینو نگه داره حفظ کنه تا انتهای امسال. اگر ما همچین چشم اندازی داشته باشیم و بانک مرکزی همچین چشم اندازی بده، دلار فعلا رو محدوده 100 و بالاتر از 100 میمونه تا حدود 104، تو این محدوده میمونه و فعلا دلیلی برای پایین آمدن نخواهد داشت. اما اگه در واقع داده اقتصادی ضعیف بشن و بانک مرکزی بیاد یه گزارشی بده به این معنی که مثلا یا سخنرانی که اعضای بانک مرکزی در ایالات متحده انجام میدن مبنی بر این باشه که آقا ما مثلا اقتصاد ضعیف شده و ما دیگه دلیلی برای تداوم سیاست‌های انقباضی نمی‌بینیم، در اصل شاید کاملا متفاوت میشه. این در مورد وضعیت دلار. سوال دیگه اگر ندید بچه‌ها، تو لینک بایو وبینارای این هفته رو حتما ثبت نام کنین، بچه‌ای که توی کلاب هاوس هم هستید بالا لینکش گذاشته شده، در مورد سی تریدر. نمیدونم با سی تریدر ترید کردید یا نه. سی تریدر نسبت به متا تریدر تفاوت بسیار زیادی داره، قابلیت‌های خیلی زیادی داره و این قابلیت‌ها تفاوت‌ها باعث میشه که کمک کنه به شما بتونید در واقع امکانات بیشتری در اختیار شما قرار میده. این امکانات بیشتر، یکی از اون امکانات بیشتر نحوه تست کردن استراتژی هاست که در سی تریدر امکانات خیلی بیشتری به شما میده نسبت به متا تریدر و روش های تست کردن استراتژیتون و غیره. اینا رو حتما سعی کنید. این روز پنجشنبه در مورد این صحبت میکنیم، همینطور در مورد ریسک در بازارهای مالی و نحوه کنترل ریسک با استفاده از میانگینه حرکتی صحبت میکنیم که اینها هم در واقع در لینک ثبت نامشون تو بایو گذاشته شده. سعی کنید اینا رو ثبت نام کنید بچه‌ها. وبینارها قطعا مطمئن باشید وبینارها نکات مثبت و خوبی برای آموزش برای شما خواهند داشت و ضرر نمی‌کنید. بچه‌ای که تو کلاب هاوس هستید لینک بالا اتاق پین شده، بچه‌ای که تو اینستاگرام هم هستید لینک بایو هم استوری می‌کنم، ولی در بایو اون لینکی که تو بایو هست اگه روش کلیک کنید قطعا میتونید بهش دسترسی داشته باشید به لینک وبینارها. خیلی خب، تا فردا که دوباره فرصت بشه و در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون. زارن که سوالی هم ندید. خدا نگهدارتون.